بیت کوین قراره از اینجا نابود بشه، چیزی که داخل ویدیو امروز جوابشو میگیری و مثل ما بچه هم اگه میخوای از این آربارای 50 بگیری که لایف تریدشو با همه داشتیم، حتما تا آخر ویدیو امروز رو ببین. زای دل برسیم سراغ ویدیو امروز. من خیلی این ویدیو رو رکورد کردم، راستشو بخوای نشد اون قبلی ها رو بذارم، به خاطر اینکه این به قول معروف معامله ما رو که دارید میبینید هی نیاز به سیو سود و اینا داشت. حالا عکسش هم این بغل واسهتون میذارم از قبلش که داخل ویدیو قبلی اسکرین شاتشو گرفتم دقیقاً موقعی که داشتم اولین رکوردمو میکردم، ولی خب مجبور به سیو سود شدم و بستن پوزیشن شدم. دقیقاً تارگت ما هم خورد آربار 4.22. خب واسه من مجبور شدم که اون ویدیو رو هی چون قطع میکردم میومدم، مجبور شدم دیگه اونو نذارم. یه دور بریم واسه رکورد، نمیدونم فکر کنم پنجمین باری که دارم رکورد میکنم. عزیزای دلم تحلیل بیت کوین رو داریم، حتما دوره جدیدی که گذاشتیم رو لطفا ببینید. لطفا اولین قسمتش رو گذاشتم، آموزش NDS قوی ترین استراتژی مارکت. بچه‌ای که با ما هستن قدرت عجیب غریب این استراتژی رو تا الان شناختن. تمام لانگایی که من داخل این مسیر رو تک تک اینجاها گرفتم و دیدن، اوکی تمام اینا رو دیدن بچه. و این آربار پنجمون هم کوچیک کردم، همه سفر رو گرفته بود نمیشد تحلیل بکنیم. اول میخوام راجع به بلند مدت صحبت کنم، یه نکته رو بهتون بگم که داخل استراتژیمونه، بگم چجوری میتونستی خفن بیت کوین رو بگیرید. بعدش که راجع به بلند مدت گفتم، میرم نظرم راجع به الان بازار بهتون میگم که حالا دی تریدرها بهتر چجوری واکنش بدن. این که چک لیست هیچی، اینو بذار من ولومو خاموش کنم. من هنوز نظرم راجع به بیت کوین اونی که قبلا بهتون گفتم، من قبلا یه دور توضیح دادم، کسایی که دیدید دمتون گرم، ندیدید دیگه قربونتون بشم برید ببینید. داخل تحلیل بیت کوین قدیمی گذاشتم بیت کوین 80000 دلاری. خب من هنوزم نظرم رو همونه، بیت کوین ATH رو 100% بیت کوین باید ATH رو بزنه. نه الان، و لطفاً الان نپرید تو بازار، لطفاً الان نپرید تو بازار. من داخل ویدیو بهتون توضیح داده بودم بازار سایکلی که از یه سایکل به یه سایکل دیگه، دقیقاً همین داستانه. یهو دی تو سایکل بعدی خواست بره 80000 رو بزنه، الان یو نپرید داخل پوزیشن. خب این شد تا اینجای داستان. من بیت کوین یادتون باشه روزانه بای داده بودم، یه بحثی داشتیم اگه یادتون باشه، بازم چقدر یادتون باشه رو میگم. داخل ویدیو یکی از پایه‌های استراتژی ما چی بود؟ تقارن. تقارن درسته، تقارن خیلی بحث مفصلیه ها، ولی من یکیشو اینجا واسهتون میندازم که بفهمید چرا من بیت کوین رو بای داده بودم اون پایین. ما داخل اصلاحات مارکت هم تقارن داریم، اوکی این یکی از اونها. تقارن بحث اصلی نیست، بحث اصلی استراتژی ما همون کدگذاری بانک ها، سیکونس مارکته که داخل اولین ویدیو استراتژی بهتون توضیح دادم که ویدیو قبلیه، داخل اون کامل بهتون توضیح دادم سیکونس مارکت و کدگذاری بحث اصلی ما. ولی تقارن ها یه چیز خیلی کاربردی ان، مثل این عیز دل. دقیقاً اینو اینجا بذارم فلش رو شما ببینید، اینجا نقطه ورود رو به ما داد. حالا من تقارن بد کشم، وگرنه دقیق میفته رو این. دقیقاً اینجا رسید، بهتون گفتم بایه، اینجا آربار گرفتیم که تا آربار 50 هم باش رفتیم و همه تونم تو لایف تریدش بودین. یکی از دلایلی که من میدونستم بیت کوین لانگه این بود، این تقارنه بود. واسه همین فهمیدم بیت کوین لانگه، اوکی. و اونجا دیگه ما اصلاحمون تمام شده تقریبا، چون کامل هنوز یه دیدی به ریزش داشتم بهتون توضیح داده بودم چه حالتی بگیره میریم واسه لانگش. خب این شد تا اینجای داستان. روزانه بهتون گفتم سوخت و سوز داره ولی نرسیدن نداره. ما ATH رو خواهیم زد، ولی زمان دقیقش به خاطر اینکه حجم والیوم و غیر دست ما نیست نمیدونیم. آقا ما که از خبرهای آینده خبر نداریم، خب و کریپتو هم الان خیلی داره رو اخبار میچرخه، واسه همین معلوم نیست دقیقاً کی ATH رو میزنیم، ولی 100% زدن ATH. این شد تا اینجای داستان و اینا رو بهتون توضیح دادم، اینا هم بهتون توضیح دادم. بریم سراغ تایم پایین. خب تایم پایین بهتون توضیح داده بودم داخل تحلیل بیت کوین قبلی که اگه بیت کوین قشنگ، آقا برید، نمیتونیم بگی نه دروغ میگی، ویدیوهاش تو یوتیوب هست، بهتون گفته بودم بیاد بالا همچین حالتی بگیره احتمالاً لانگ میشیم. خب دقیقاً همین حالت هم گرفت، رفت بالا نزدیک سقف شد، اون حالتی که بهتون گفتم و گرفت، لانگ شدیم رفتیم بالا، تمام شد رفت.
الان من میخوام راجع به الان مارکت باهاتون حرف بزنم. الان مارکت من راستش رو بخواین انتظار یه اصلاحی از بیت کوین کم کم دارم، خب، ولی فعلا دیگه وارد پوزیشن نمیشم. چرا؟ چون ریسکش جاستیفای نمیکنه ریواردش رو. یعنی چی؟ یعنی ریسکش به ریواردش نمیارزه، نه اون ریسک به ریواردی که همه به شما میگن، و نه استراتژی من الان نامعلومه، چون ما به قول معروف انگار تاییدیه های آخر روند رو داریم ولی هنوز بازار لانگه و کامل شورت نشده، واسه همین هم لانگ هم شورت واسه من ریسکیه. اون بالا به خاطر خبر سی پی آی و غیره، خب شورت بیت کوین واسه من منطقی بود، گرفتم، ولی از اینجا به بعد ریسکیه. چند تا نکته میخوام بهتون بگم رفقای گل. حتما استراتژی که داخل دوره آی سی تی بهتون یاد دادم، صدا به شخصی خودم، اونو مد نظر داشته باشی، نقدینگی ها رو برید ببینید، خب، تا مثلا بقیه دورم بیاد. با این اوصاف برای لانگ داخل 15 دقیقه 5 دقیقه حتما دنبال ستابی که بهتون گفتم بگردید، اوکی. ولی فعلا به نظر من خیلی حواستون رو جمع کنید، کم کم بازار کاملا به نظر من میتونه شورت بشه. یعنی اگه اصلاحای خیلی بدی رو به بالا داشتیم شورت کنید. من خودم فعلا دنبال شورت میگردم. اگه یوها الان بیت کوین بلندش بره بالا، هم من دیگه دنبال لانگ نمیرم، لانگامو گرفتم، اوکی، لانگای من تمام شد. فعلا دنبال شورت میگردم رو بیت کوین که ببینم آیا به من شورت میده یا نه. نداد که هیچی، فدا سرم، فدا سر شما، قربونتون بشم. اگه شورت داد که دمشم گرم، من دیگه اینجاها لانگ نمیکنم، واسه من خطر داره، اوکی. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشیم. سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگول بغل سابسکرایب حتما فراموش نشه. دوره چرا یهو اینطوری میشه صدام، دوره NDS رو برید ببینید، قسمت اولش اومد. دمتون گرم. هدیه من واسه کسایی که تا اینجا ویدیو بودن، ببینید ستاپی که میخوام بهتون بگم اینه. بهتون گفتم ستاپ ببینید واسه لانگ یا شورت. ستاپ ما اینه که قیمت یه مومنتوم خوب در جهتی که میخواین داد، بعدش با فشردگی و زدن سه تا کف یا سقف اون اسلوهو بده، اونه که داد بپرین تو پوزیشن.